حلیمه رضایی هستم، یکی از کسب‌وکارهای بازار بامیان، در قسمت صنایع دسته، در قسمت تجارت، در قسمت فرهنگ، تقریبا یکی از فعالین جامعه در بامیان. خانم‌ها در بامیان فعالیت زیادی دارن، مثل از که در فعالیت‌های فرهنگی شرکت میکنن، گروه‌های تئاتر دارن، شعر و شاعری را پیش میبرن و تعلیم و تربیت خود پالوی همه گپایشان است. مگم در قسمت صنایع دستی هم هستن، صنایع دستی کار میکنن، در بخش آموزش و پرورش اطفال و نوجوانان هم کار میکنن. خانم کریمی، زینب کریمی، کسی بود که واقعا وقتی که داستانش برای من داشت تعریف میکرد، واقعا هم عشق میریخت، هم گریه میکرد، هم داستانش تعریف میکرد. خیلی یک داستان پیچ و تاب دار بود، داستانی بود که واقعا سختی ها را دیده بود، داستانی بود که خیلی مشکلات زندگی را دیده بود، یعنی ولی باز هم تسلیم نشده بود. زنی که فعلا تقریبا در حدود 48 یا 50 سال سن داره، یعنی از دوره نوجوانی شروع کرده بود به فعالیت، همراه خانم ها همکاری میکرد و هنوز هم که در سن تقریبا 50 سالگی رسیده هنوز هم فعالیت داره. یعنی این مشکلاتی که پیش روش اومدن، دوره طالب و دوره مثلا ای ازدواج میکنه، مشکلات خانه و خانه‌داری سرش میاد، ولی باز هم این مشکلات نتونسته بود که سد راهی از اینا شوه و اینا را مانع شوه که نتونن دیگه کار بکنن. واقعا من خودم از داستانش واقعا خوشم اومده بود و داستانش همون قسمی که خودش گفته بود من نوشته کردم، یعنی زیاد هم توصیفی نبود داستانم، که من بگم توصیفی بوده باشه، بسیار واقعیت چیزی که خودش گفته بود من نوشته کرده بودم و وقتی که خودم خواندم خودم قرائت کردم که واقعا داستان قشنگی. خب بیا که بریم یک دفعه تا دکان شاروال گفت تا سه شنبه رو من پس می خب. سه شنبه که آمد باز بریم یک دفعه پیشش که بزنیم جوازای کارم بالاخره حل و فصلش کنیم. خوبه، هرچند گفت تاریخ نمیزنیم، تاریخش شما بینان اونجا جور میکنه. خوب هستم. دیگران هم گفتم میگیره کلگی جواز بگیره از سال 94 خلاص کنم. آه این جوازی تو کان گفت یک جوازی دیگر و جوازی کاری از مکی جوازی آنجا من هست در بخشم به مکتب زده شا. خوبه آنا هفت نفر مونست اون مید نیست کار ما راجسته. آنا مورم گفتم شاروار گفت بیل باز گرد میزن. بخیر گرد. خوب هستم. باز بریم کشان. تشکر. خب برو بخیر برو پیش رایت خوبی. تشکر. فیلم خدا. خدا. من میخواستم از طریق از این داستانم برای دیگران نشان بدم که زن افغان با ای که ای همه دقوی داده زیر چادری است، در کنج خانه است، اسیره، اسیر دست مردهایی که مثلا تا که به خانه است اسیر دست پدر و برادر، وقتی که شوهر میکنه اسیر دست شوهرش میشه، وقتی که اولاددار میشه اسیر دست بچه‌هایش میشه که مثلا مادر این کارا نکن، مادر این کارا بکن، ولی باز هم تسلیم نمیشن و این فعالیتاشون انجام میدن. ولی زنایی که در سهولت دارامی هستن بسیار واقعا میتونن به آسادگی مثلا به اهدافی که دارن برسن. ما میخوایم نشان بدیم که زن افغان میتونه جامعه خودش را تغییر بده، میتونه که اجتماع خودش را تغییر بده. دفتر سر کشی بیجا خوبه، فضای آرام دارم میشه نمیدونم که صحبت بکنیم در شبکی میشه نیا در تخت میشه نیا جای خوش هست اینجا نشیم؟ اینجا چایخانه بانوان است که از طریق مؤسسه هلپ ای ابتکار صورت گرفته. از طریق مؤسسه هلپ اینجا یک چایخانه جور کردن، در اینجا خانوم ها مشغول کار هستند، آشپز خانوم است، کسی که همراه دیگر خانوم ها کار میکنند هم خانوم است، اینا مثلا اینجا کار میکنن و بیشتر خانم ها به خاطر اوقاتی که یک مقدار از ماندگی و زندگی کار میان اینجا میان و ماندگی را میگیرن، یک دیداری را تازه میکنن و همراه دوستاشان میبینن، یک جای دنجی هست، یک جای راحتی هست، آرام هست. اینجا زن ها میتونن واقعا با خیال راحت و آسوده بیان بشینن، چای، قهوه یا ای که مثلا غذاهای سبکی که به گفته خارجی ها فست فود ایجا پیدا میشه،
قضا میتن بگیرن و یک جای بسیار راحتی است برای خانم ها، یعنی یک جایی که خانم میتن راحت بیان اینجا بشینن و یک چند دقیقه صحبت و تبادل نظر بکنن هم برای هم دیگه. جای راحت، جای امن. شما چه نوع کیک میخورن آقای؟ دکان زنانه رو من تقریبا بعد از 2-3 سالی که من به بامیان آمدم افتتاح کردم و تا به هنوزم فعالیتم ادامه دارد. دکانک هم هست، همراه خانم ها کار میکنم و اینال تقریبا 9 یا 10 سالی مشک از دکانداری متیر شده. من شاهد ازی هستم که میبینم خانم های دیگه تقریبا 18 دکان دیگه به بازار جور شده که ایره والی صاحب سابق ما همراه ما همکاری کرد، یک بازار چه زنانه را برای ما در نظر گرفت و شاروال صاحب اون منطقه را نقشه کشی کردن و دکانا رو برای ما تسلیم کردن که تقریبا مدت 7 یا 8 ماه میشه که این خانما شروع به کار کردن در دکانای خودشون. علی بچه‌تون اونا هست. 50 گیزه مستنی. از او جنسی فقط یک آمو رنگ مونده، دیگه یک قسم دیگه شو داریم. این بهمن ساخته. از این نمونه شماست. اینو مادرش کتا میاد. نه که از این چیزی؟ از این جنسی؟ سایزش فرق نمی کنه؟ نه اونا خیلی سایزه. باشه، بخیر کنم کنم انشالله که بخیر. بازم باره ای که ما شما افصال صحه درس میخوانیم امی چی فایده داره برای ما شما که ما دیسکش دیست میکنیم پایین امیزی منطقه ما در بهار سال یک دور دایی روی از تپه ما خیمه میزنیم یک دور دایی روی از تپه باز در زمستان در میخوید خانه ما چی میکنیم درس میدادیم 3 سال امی رقم ما سیتری کردیم که نه ماش مرا دولت میداد نه مرا ملت فقط کاری از ما چی بود رضاکار بود خدا بزرگ شد یک وقت دیده که ما یک سالن تئاتر خیلی کلان داشته باشیم باید نام شما بانیم سالن تئاتر بامیکا من تقریبا از دوره طفولیت تا به حال نوشته میکنم داستان نوشته میکنم داستانهای کوتاه داستانهای بلند و بیشتر داستانهای پیش خودم سیف ما بود میگم از مدت تقریبا 9 سال یا 10 سال به این طرف داستان نوشته میکنم به صورت سناریو و اونا را به عنوان نمایشنامه ها در گروه تئاتر که دارم همراه از شریک میسازم و از روی از ما نمایش تئاتر بازی میکنم و تقریبا تا به حال از بین 60 تا 70 نمایشنامه مثلا ما کار کردیم فعالیت داشتیم که این 60-70 نمایشی را که ما به اجرا ماندیم تقریبا در کل 20 تا 25 نمایشنامه بوده در مثال برابر که باریم یک تمرین هم داشته باشیم بعد از او باز دوباره اگه چیز به فکر تان آمد باشه و در قسمت بریتیش کانسل و دیگر برنامه هایی که داشته ما اولین برنامه که از طریق بریتیش کانسل آمدیم برنامه فیلم مستند و نمایشنامه نویسی یا که ما آموزش تئاتر بود که آمدیم تقریبا 5 سال پیش که از طریق فکر میکنم تئاتر ملی افغانستان ما معرفی شده بودم که در بامیان هم کسی است که می نویسه و نمایشنامه می نویسه
اگر صد با